سلام نده. سلام علیکم. سلام علیکم. استاد حسن کسائی. اولین مرتبه ای که صدای نیره شنیدم یه پیر مرد ریش سفیدی بود، عینکی هم داشت. این نی میزد و حتی دندانهاش هم ریخته بود، با سرقش نیره میزد و به اندازه صدای ساز این پیر مرد روی من اثر کرد که بی اختیار دیدم من فریفته و شیفته این مرد شدم و هی بهش میگم باز یک کمی بزن. همین منو تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد. در نخستین روزهای فصل پاییز سال 1307 خورشیدی، آن هنگام که کم کم گرمای تابستان جایش را به خنکای وزش باد پاییزی تعارف می کرد، همان هنگام که خداوندگار نی نایب اسدالله تنها 3 سال بود به رسم معمول جان به جان آفرین تسلیم کرده، در خانواده بازرگان کودکی چشم به جهان گشود که او را به یاد نیای مادریش حسن نامیدند. گذشته از روشی که از استاد سبا من یاد گرفتم در نوازندگی و احیانا چند تا استاد دیگه در اصفهان یا تهران، خودم هم بعدم دارای یه سبک خاصی شدم در نوازندگی و بیشتر توجه پیدا کردم روی صدای نی، چون صدای نی رو بیشتر با پارازیت یا ناصاف یه صدای فشی دنبال صدای ساز همیشه بود. من سعی کردم که این صدا را خالص دارم، ناب دارم، به اصطلاح بدون سر صدا باشه که الان اینن میزنم. یکی دیگه دو تا از دستگاه های موسیقی ایرانی رو با نی نمی زدن، یا اگر می زدن یه مقداریش می تونستن بزنن، به طور کلی نمی تونستن که این دوتا دستگاه رو با نی بزنن. اونا رو هم من با پشت کار و کوشش رو نی پیاده کردم و الان البته دانشجوها به راحتی می زنن. حالا صدا رو که توضیح دادم، صدای نی که در می بردن قبلا اینن می زنم این بوده است. که بنده تبدیلش کردم به دوشون در نی و سبک نی و اون صداهای لطیف و جاذب و جالبی که از نی در آوردن، الحق و الانصاب نمیشه چشم ازش پوشید. خیلی کار کرد ایشون. گاهی وقتا صدای نی آقای کسائی با ویالون، خدا شاهد است من اینطور تصور میکردم که این ویالون است داره میزنه یا نیه. هنر موهبت الهی میخواد، زحمت میخواد،
رنج میخواد، پشت کار میخواد و یک نیروی درونی میخواد و سیم آدم اتصال باید باشد با زیبای ازلی تا بتواند هنر تحویل بدهد. نوازهایی که بودیم صدای نیشون فش و فوش داره، هیچ نوازی رو ندارین که صداش به زلالی صدای استاد کسایی باشه. صدای لطیفی که من از نی در آوردم الان براتون زدم، یه اشانسیون، یه نمونه کوچیکشا دیگه. بعد خب شاگردها و هنرجوها و هنرآموزا رفتن دنبالش و الان الحمدلله استادای خوبی روی این ساز هستن و دارن کار میکنن که باعث سرفرازی و افتخار من هم هست. یه وقت کسی فکر نکنه که من گفتم یا میخوام این ساز مونوپول من بشه. من آرزوم این است که بیان روز به روز بهتر و بالاتر این ساز را بزنن، برای که هر چه بهتر این نی رو بزنن من بیشتر زنده میمونم، نام من بیشتر میمونم. دو سال پس از تأسیس رادیو اصفهان، یعنی سال 1329 خورشیدی، استاد کسایی برای نخستین بار نی را به ارکستر برد و با ارکستر رادیو ارتش اصفهان همکاری خود را آغاز کرد. این همکاری در سالهای بعد نیز تداوم یافت، به طوری که ارکسترهای متعدد رادیو به سرپرستی هنرمندانی چون ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، حبیب الله بدیعی، محمد میر نقیبی، همایون خرم و دیگران بارها از هنرنمایی کسایی در برنامه‌های خود استفاده کردند. صدای نی باید بدونیم که از دهن بیرون میاد، از خود نی بیرون میاد و نی یه وسیله‌ای هست که حجم را زیاد میکنه. صداها بم میشه، حجم را بالا میبره، صداها زیر میشه. هرچی حجم کم شد صدا رفت بالا. حالا اگر برای تنظیم نوت ها باشد که این برای تنظیم نوت ها بایستی که اون وسیله سوراخاش مشخص سر جا باشد و حالا همین کارا با نی میکنیم. طرف حسین همه درباره سازشون صحبت کردن دیگه، هر خار خار جمجم مید اول تاریخ چیه سازش هم میگفت. ترسید باقا کسایی آقا کسایی گفت این نیره از نیستان میبورند و بعد درست بودند و سراخش میدند، ولی فکر نکنه این صدا از تو نیه میاد بیرون، نه این صدا از دهن من در میاد. کاغذ ساده بیشتر نیست.
فقط به وسیله چند تا سوراخ اسفار تنظیم میشه. جران باز با دستن بندن خداوند به عقیده من نی رو آفرید، نی ساخته بشه و به لب و دندان استاد کسایی برسه. مرحوم سباب مرحوم طاهرپور گفته بود که آقای طاهرپور، حسن کسائی را شما نمی‌شناسی، قدر حسن کسائی 200 سال دیگر مشخص میشه. سرخاله تصادف کرده بودن، یک تو اتاق جراحی دکتر وایل داشت عملشون میکرد، یه مادرها پشت در جراحخونه بود، یه مادر از در مریضخونه داشت میمد تو، در مریضخونه مرسلین که کاملا با اتاق جراحخونه همه میدیدن، این تا چشمش افتاد به این، به خواهرش، با این عبارت گفت نانه نانه و نانه و نانه
نانه نانه و نانه و نانه خار به چه تو که چیزیش نیست اما به چه من میگن ستونی فقرات ندارید 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 من همینه گرفتم ستون فقرات من افتخاری که دارم اینه که شیوه نوازندگیم در واقع سونوریته سازم یا صدادهی سازم را از استاد حسن کسایی گرفتم ولی کیست از نوازندگان نیم قرن اخیر که بتونه ادعا بکنه شاگرد استاد حسن کسایی نبوده همه به نوعی از علم ایشون چه حضوری چه غیر حضوری استفاده کردن خدایشان رحمت کند یه وقتی بچه بودم 6-7 سالم بود تخت پولاد که کسی میخوند که ملا علی نونی بده آبی بده قندی بده چاهی بده معطل نکن بی گفتگو میخوام برم میخوام برم من این تو مغز من بود اینو گذاشتم پشتش اگر کسی تونست از خودش بیاد بیرون و به عشق به پیمنده اون وقت به همه چیز میرسه استاد حسن کسائی این هنرمند چیره دست آهنگ نی در واپسین روزهای فروردین سال 1391 به سکته مغزی دچار شد و پس از سپری کردن 2 ماه به حالت کما سرانجام شمع وجودش در 25 خرداد ماه همان سال خاموش شد و به دیار باقی شتافت روزی رسد که ما هم از یاد می رویم نامی نمی برند ز نام و نشان ما فریاد از آن نرجس مستی که تو داری آه از دل بیگان پرستی که تو داری رو ترسم که کس از اهل وفا زنده نماند در کشتن این طایفه دستی که تو داری